محکوم کردن و اعتراض به اقدامات حکومت ایران در اهانت و هتک حرمت مقام شامخه مرجعیت از سوی شیعیان جهان ادامه دارد. در پی اهانت به مقام شامخه مرجعیت و دستگیری آیت الله سید حسین شیرازی، اقشار مختلف شیعیان در جهان این اقدام ضد شیعی را محکوم کرده و خواستار آزادی سریع آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی شدند. مؤسسات و مراکز شیعی در کشورهای استرالیا، سوئد، انگلیس، کانادا، دانمارک، هلند، آمریکا، کوبا، نیوزلند، بحرین، کویت، عراق، لبنان، هند، عربستان، پاکستان، افغانستان، اندونزی و ایران طی بیانیه‌های جداگانه و نامه‌هایی به سفارت ایران در کشورهای مزبور اقدامات نسنجیده و ضد شیعی حکومت ایران را محکوم کرده و آزادی بی قید و شرط آیت الله سید حسین شیرازی را خواستار شدند. همچنین مقلدان و ارادتمندان مرجعیت شیعه در کشور عراق و در شهر کربلا، نجف، کاظمین و بصره با تجمع مقابل کنسولگری ایران با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکارد ها اقدام خصمانه ایران و بازداشت فرزند مرجعیت را محکوم کردند. در کشور گرجستان نیز مقلدین معظم الله در مقابل سفارت ایران تجمع کرده و آزادی بی قید و شرط آیت الله سید حسین شیرازی را خواستار شدند. در کشور کویت هم شیعیان با تجمع مقابل سفارت ایران تاکید کردند اقدامات ضد شیعی حکومت ایران بازگو کننده این مطلب است که حکومت ایران نمیتواند حکومتی شیعی باشد. گفتنیست امروز هم برای پنجمین روز تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران در شهر مقدس کربلا برگزار شد. این مجتمعین که چند بار شد اجتماع کردند، اینا درخواست آزادی آیت الله سید حسین شیرازی کردند. اسد حسین شیرازی اسیر مظلومه، نه مخالفت قانون کرده نه مخالفت شرع کرده. این سید مظلوم درخواست آزادیش کردن. این نقطه اول. نقطه دوم این که مسائل خلافی باید درش گفتگو بشه، باید درش حوار بشه، بگید و بشنوید و جواب بدید. این طوره، نه اینکه حمله مسلحانه بشه وسط خیابون جلو مردم سید اولاد پیغمبر عمامه رسول الله رو بندازن تو خیابون و بکشنش ببرنش به نقطه مجهول، معلوم نیست کجاست. فدرخواست اینه که در مسائل خلافی حوار باید بشه. حوار یک مسئله شرعیه و یک مسئله حضاریه و یک مسئله انسانی. بشینید تفاهم بکنید. اسد حسین شیرازی نه سلاح داره، نه گروه مسلح داره، نه فعالیت ضد شرع کرده، نه مخدرات و این چیزا داره. چرا اینطور برخورد میکنید؟ اسد حسین شیرازی گفته من مخالف ولایت فقیه هم. خب شما بیایید بحث بکنید، بیایید تو تلویزیون بیانیه بدید، صحبت بکنید. چرا اینطور برخورد میکنید؟ این چه برخوردی آخر؟ این کجاش به اسلام میخوره؟ این نوع برخورد کجاش به اخلاق انسانی میخوره؟ این مسئله دومه که مسائل رو با گفتگو حل بکنید. مسئله سوم، یعنی درخواست سوم، این که اعلام بکنید کجاست، بذارید اهل بیتش برن ببیننش، بذار داروهاش رو برسونن بش. حضرت حسین گرفتار قند خونه و گرفتار فشاره، یعنی حیاتش در خطره. میگیریدش در این حالت و نمیذارید کسی باش دیدنی بکنه، این چه نوع برخوردیه؟ این کجاش به ولایت فقیه میخوره؟ کجاش به اسلام و قرآن میخوره؟ اینا مردم عراق نیستن، اینا یک افراد معینی هستن، مهمان هستن، اینا نخبه هستن، اومدن یک اجتماعی که نامه‌ای دارن میخوان برسه. همین صحبتایی که بنده کردم نامش